سلام به همه دوستان خوبم جمعه سوم بهمن ماه 1399 22 ژانویه 2021 در دو سه روز اخیر دو سه تا خبر نسبتا مهم بوده دعوای سطح بالای حکومتی خب البته اینا بخشش طبیعی در یک حکومت ضعیف که هیچ کس حرف اول و آخر رو نمیزنه همشون در زورگویی به ملت چپاول اموال ملت جنایت در حق ملت نابودی ایران با هم هم زبان هستن هم دل هستن هم کار هستن و متحد هستن اما با توجه به محدودیتی که در منابع وجود داره برای چپاول دعواشون داره بالا میگیره من چند ماه پیشم گفتم در یک ویدیو اگر میبینید که بعد از سالها عوامل فاسد صادق لاریجانی افشا میشن دلیلش این نیست که اینا با فساد میخوان مبارزه کنن ورودی این خزانه کم شده دهانهای باز برای چپاول کم نشده و بلکه بیشتر هم شده اینا ناچارن کسی که یک مقدار زورش بیشتر میشه تلاش میکنه افرادی رو که میتونه حذف کنه برای اینکه سهم خودش از چپاول بره بالا خب در این عرصه ضمن که به صورت کلی با هم هماهنگن هم در دشمنی با ملت ایران در رأسشون خامنه ای و بعد سران سقوه و نمایندگان مجلس و رؤسای محاکم عالی زمین که با هم متحدن اما دعواهایی هم با هم دارند و این دعواها هم تو که گفتم به خاطر محدودیت منابع برای چپاول هست و بازم محدودیت بعضی از جایگاه های سیاسی خب همین کسانی که سال گذشته در همین ایام بر سر قضیه سقوط هواپیما و جنایت شلیک به هواپیما با همدیگه همزبان شدن همشون از همدیگه دفاع کردند دو ماه قبلش در حوادث آبان ماه از حسن روحانی تا رئیسی تا قالیباف لاریجانی رئیس مجلس بود اون یکی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت همشون با همدیگه همکار بودن دفاع میکردن همون آدم ها امسال الان با توجه به اینکه هم بحث انتخابات در پیشه و هم هنوز منابع کافی برای چپاول نیست دعواشون دوباره علم زیاد شده ضمن اینکه یکی از مقاطعی که همیشه دعواها بالا میگیره حالا بعضی وقت کمتر بعضی وقت بیشتر در سالهای مثل سال فعلی که منابع ورودی خزانه و بودجه در واقع منابع تأمین هزینه نور چشمی ها و نهادهای نور چشمی خیلی تامین سخت است دعواها بالا میگیره روحانی یک صحبتی دو روز پیش داشت که حالا تنه زد به مجلسی ها البته حرف روحانی به لحاظ اصولی درست بود اما در همین افشاگری هم روحانی فریب کاری کرد که حالا توضیح میدن 199 هزار میلیارد تومان گذاشتیم اینا آمدن در کمیسیون ترفیر کردن 230 هزار 31 هزار میلیارد تومان اضافه کردن وابستگی بودجه رو به نفت حالا چجوری درست کردی شما این 1000 هزار کم کردید که یه میلیون و هزار نفت شد خب هر کسی که چهار عمل اصلی رو بلد باشه همین کلاس دوم دوستان باشه بیتونه محاسبه کنه که شما چه کردید ما نفت رو بر مبنای دوازده هزار تومان یازده و پونسد حساب کردیم شما آمدید نفت کردید قیمت دلار رو کردید هیفده هزار و که اینکه خیلی ساده است آدم ارزش پول ملیش کم کنه شیش هزار تومان شما ارزش پول ملی رو کم کردید تا حساب کتابتون جور در بید. ماجرا از این قراره که بر اساس برآوردهایی که دولت روحانی داره و معمولا هم در بودجه بندی حرف اول رو دولت میزنه با توجه به برآوردهایی که از منابع تأمین درآمد دارند اما از فروش نفت، صادرات غیر نفتی، مالیات یک برنامه ریزی میکنند و اعلام میکنند به مجلس که ما این درامت ها رو میتونیم محقق کنیم در برابرش هزینه ها رو هم تعریف میکنن بر اساس این چیزی که حالا در همین ویدئوی کوتاه از حسن روحانی شنیدید پیش بینی دولت برای درآمد نفتی سال آینده معادل 199 هزار میلیارد تومان هست این چیزی که حسن روحانی اینجا میگه مجلس 31 هزار میلیارد تومان به این اضافه کرده خب روحانی تا اینجا شما افشا کرد در اینجاش حرف روحانی درسته که دولت پیش بینی کرده که با توجه به تجربه که در این دو سال هست و با توجه به چشم که در مورد میزان احتمالی رفع تحریم ها دارن یا راه های دور زدن تحریم ها دارن برآورد کرد و قیمت جهانی نفت و تسئیرش به نرخ ریال ایران که حالا ظاهرا دولت روحانی بر مبنای 11 هزار تومان گذاشته یعنی دلار 4200 جهانگیری هم تموم شد براساس همین باز همین صحبت هایی که روحانی در همینجا میکنه نرخ دلار رو 11 هزار تومان گرفتن بر اساس میزان نفتی که پیش بینی میکنن میتونن بفروشن قیمت جهانی نفت در شرایط فعلی و دلار 11 هزار تومنی اینا پیش بینی کردن 199 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی خواهند داشت مجلس آقای قالیباف اومده این درآمد رو به 230 هزار میلیارد تومان افزایش داده که عملا از یکی از دو راه باید محقق بشه یا میزان صادرات نفت اضافه بشه که من نمیدونم از چه راهی اینا نه سرمایه گذاری در صنعت نفت کردن برای اینکه میزان تولید رو ببرن بالا نه بازار نفت آنچنان در اختیارشون با توجه به تحریم ها حتی اگر همین امروز هم تحریم ها برداشته بشه نفت یکی از معاملاتی که معمولا معاملات دراز مدت داره یعنی بسیار از در بسیار از نارد پیش فروش شده رقبای ایران هم که بیکار نشستن توی مدتی که نفت ایران آره فروشش تحریم بوده یا به دلیل مشکلات نقل و انتقال بسیار از کشورها تمایل نداشتن یا به دلیل اینکه نمیخواستن با آمریکا درگیر بشن حتی اگر محدودیت نبوده نخریدن حتی چین هند کشورهایی که در سالهای گذشته از مشتریان خوب نفت جمهوری اسلامی بودن تو این سالها بعضیشون به خاطر ارتباط نزدیکی با آمریکا دارن بعضی به خاطر مسائل دیگه گرفتاری هایی که ممکنه به خاطر نقل و انتقال پیش بیاد حتی چین و هند هم واردات نفت رو کم کردن خب حتی اگر همین امروز هم تحریم ها برداشته بشه خب تا دیروز چین از کجا نفت می‌خریده دلیلی نداره و این راحتی هم نیست که بتونه معاملات رو هم بزنه به همین اون چیزی که مجلس اومده انجام داره یک کار غیر عملی و غیر علمی و غیر کارشناسی و غیر قابل تحققه ولی به هر حال نکته که میخوام بگم اینجاست که میخوام بگم روحانی هم در اینجا زمین فریب کاری میکنه و افشاگری هم که میکنه افشاگری نیمه کار است ببینید بودجه بندی یعنی اینکه دولت میاد منابع درآمدی خودش رو تعریف میکنه میگه ما این درآمدها رو خواهیم داشت که حالا همیشه نه تنها در ایران در, بسی... در اغلب کشورها ممکن بعضی از منابع محقق نشه خب در مقابلش هزینه ها رو هم میگه میگه ما از محل فروش نفت هزار میلیارد تومن درآمد داریم مثلا از, از مالیات انقدر مالی درآمد داریم از صادرات غیرنفتی نفتی انقدر درآمد داریم از جرایم رانندگی اینقدر درآمد داریم از چیزای مختلفی که هست از صدور گواهی نامه صدور گذرنامه موارد مختلفی که برای دولت درآمد هست مجموعه ها رو جمع میزنه خیلی خوب حالا مثلا از این مبلغ 100 هزار میلیارد تومنش مثلا برای آموزش پرورش 18 میلیارد تومنش برای حوزه علمی خواهران 1800 میلیارد تومانش برای حوزه علمی مشهد رقم هایی که دیدید سال گذشته مطرح شده که در همین تنگنه های اقتصادی هم روز به روز این دهانهای باز مفتخور مثل حوزه علمی حوزه علمی خواهران حوزه علمی مشهد دفتر تبلیغات اسلامی دفتر نشه آثار خامنه ای اینا همشون بودجه میگیرن بودجه بندی به این معنی که باید ترازی برقرار کنم بین درآمد های دولت و هزینه ها خب روحانی میاد میگه مجلس اومده بدون کار کارشناسی درآمد نفتی رو 31 هزار میلیارد تومان برده بالا خب برای خنده که این کار نکرده مجلس در مقابلش هزینه ایجاد میکنه نکته اصلی اینجاست یعنی 31 هزار میلیارد تومن که اگر بر اساس دلار 11 هزار تومانی روحانی بگیم میشه 3 میلیارد دلار اگر بر اساس دلار حدود 17 هزار تومانی که مجلس بود جرمی میشه 2 میلیارد دلار هزینه اضافه درست میکنن روحانی اینجا شاهد نیست که برای اینکه کسانی که این نور چشمی هایی که قرار این پول رو مجلس بهشون اختصاص بده روحانی باشون نمیخواد درگیر بشه یعنی در زمینه یه. حالا دعوا ها رو هم دارن روحانی میخواد قالیباف رو خراب کنه قالیباف رو خراب روحانی خراب کنه اما اون نقطه اصلی که در واقع منتفع از این کار مجلس است باز تاکید میکنم مجلس درآمد رو میبره بالا برای اینکه بتونه هزینه درست بکنه یعنی مثلا میخوان به حوزه علمی قم بودجهش اضافه کنن باید در بودجه کشور ببینن که ما درآمد نفتمون رفت بالا از محل افزایش هزار میلیارد تومانی درآمد رفتی مثلا 2000 میلیارد تومانش میدیم به حوزه علمی قوم 100 میلیارد تومانش میدیم به مؤسسه آقای مصباح یزدی 70 میلیارد تومانش میدیم خمینی و غیره اون نکته اصلی که میگم روحانی هم فریب کاری میکنه و افشاگریش نیمه کار است اینه که نمیگه خیلی حالا مجلس درآمد رو اضافه کرد میخواد کجا هزینه بکنه قطعا برای یک مش نور چشمی هست که روحانی هم حاضر است باشون درگیر بشه اما حالا چه اتفاق میفته من با توجه به اینکه سالها کار دو مدیریت دولتی کردم ببینید بسیاری از سازمان ها و نهادهای پرنفوذ همون اول سال بودجهشون رو میگیرن یعنی هنوز دو سه ماه اول سال طی نشده کل بودجهشون رو میگیرن حالا بعضی مثلا که اگر بودجه محقق نشده باشه میگن بودجه یک دوازده هم دو دوازده هم سه دوازده هم بستگی داره حالا چقدر باشه ولی نهادهای های نور چشمی در تمام سالهای گذشته اینطوری بوده که بخش عمده از بودجهشون رو میگیرن وقت آخر سال که میرسه دولت پول کم داره بودجه آموز پرورش رو نمیدن بودجه بهداشت رو نمیدن بودجه مبارزه با سیل رو نمیدن بودجه نهادهای کشاورزی رو نمیدن این هر ساله داره اتفاق میفته فکر نکنید الان هست اما الان به مراتب بدتر با توجه به اینکه چپاول علنی و وقیحانه بسیار علنی شده این نهادهایی که مجلس آقای قالیباف اومده 31 هزار میلیارد تومن درآمد دروغین به, به بودجه وارد کرده که پول به اونها بده اینا همون اول سال همین پولهایی که محقق شده نیست رو میگیرن عملا پولهایی که قابل تحقق هست محقق بخشش نمیشه از همین پولهایی که محقق شده پولها اینها رو میدن و آخر سال بودجه آموز پرورش بودجه این چیزی که بحث امروز و دیروز نیست همیشه بوده نهادهایی مثل آموز پرورش مثل بهداشت کشور نهادهایی که یک آخوند م... کله گنده یا بیت رهبر دنبالشون نیست اونها بودجهش آخر سال کم میاد به همین جهت حقوق معلما رو بدن. اگر میبینید که بسیار از کارخونه جات و شرکت های دولتی یا غیر دولتی که به نحوی از کمک های دولت استفاده میکنن هفت ماه هشت ماه حقوق کارگر رو نمیتونن بدن حقوق کارمندان نمیتونن بدن اگر برخلاف قوانین پایه کشور افزایش حقوق کارگران و کارمندان معادل تورم سالیانه نیست ببینید یه سری اصول اینها دارن در برنامه چشمانداز 5 ساله و 10 ساله و 50 ساله یکی از مبادیش اینه که افزایش حقوق کارگران و کارمندان در هر سال باید حداقل معادل تورم باشه اما ببینید در تمام سال گذشته که این کار کردن نکردن چون پول ندارن اما نهادهای نورچشمی همش پولاشون رو میگیرن یعنی عملا کاری که آقای قالیباف و همکارانش در مجلس کردن با شعار دروغین مبارزه با فساد با شعار دروغین حل مشکلات مردم سی و یک هزار میلیارد تومن درآمد اضافه برای دولت به طور مصنوعی درست کردن درآمد نفتی رو از سر 99 هزار میلیارد تومانی که تازه اونم خیلی خوشبینانه بوده یعنی دولت با فرض رفع تحریم ها اومده پیش کرده 199 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی خواهد داشت مجلس قالیباف و دار دستش که در واقع مجلس مشتبه خامنه ای اومده 31 هزار میلیارد تومان جعلی به این رقم اضافه کرده درآمد نفتی کشور رو 230 هزار میلیارد تومان نشون میدن که بعد بتونن برن 230 هزار میلیارد تومان هزینه درست بکنن اسم بردم اگر میخوان مثلا بودجه اضافه به سپاه قدس بدن اگر میخوان فساد مصادرات مالی بواسطه سپاه که پول مردم خوردن پوشش بدن بعد از این محلا جبران کنند خب این پولا رو اول سال به اونها میدن به خصوص در سال آینده اول سال آینده همیشه اینطور بوده که سال پایانی دولت به خصوص رو جمهوری که دور دومشون است سال پایانیش همکاران خودشون در دولتشون لگد میزنن بی میکنن می سعی میکنن به نهادهای قدرتی که ماندگارترن نزدیک بشن طبیعتا همین اعضای دولت روحانی که قریب به اتفاقشون هم فساد دارن پرونده دارن و نقطه ضعف دارن در اول سال میرن با توجه اینکه در خرداد ماه یا اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری هست و قطعا روحانی خب روحانی که دوره شمومه همین عوامل دولت خودش برای اینکه بتونن حالا یا رفع خطر از خودشون بکنن یا جایگاهی هم در دولت بعدی برای خودشون درست کنن میرن با همون نهادهای قدرتمند زد میکنن اول سال بودجه اونا رو میدن و مطمئن باشید سال آینده از تیر ماه و مرداد ماه با توجه اینکه درآمدها محقق نخواهد شد آموز پرورش به مشکل برخواهد خورد بهداشت به مشکل برخواهد خورد مبارزه با کرونا به مشکل برخواهد خورد کما اینکه در سالهای گذشته هم دیدیم بعد از التماسی که روحانی به خامنه ای کرد خامنه بعد از 11 روز اجازه داد که از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی سابق یک میلیارد دلار بردارند برای مبارزه با کرونا عملا نتونستن پرداخت کنن پولها جایی دیگه خرج میشه و الان با توجه به شرایطی که وجود داره مطمئنا حتی اون رقمی که دولت پیش میکنه معمولا محقق نمیشه در تمام سال‌های گذشته من مطالعه که میکردم هیچ سالی نبوده که درآمد نفتی که دولت پیش بینی کرده محقق بشه در چند سال از دوره احمدی نژاد یک افزایش شدید درآمد نفتی داشتیم درآمد نفتی کشور درآمد باقی از اون چه در بودجه پیش شده بیشتر بود برای خرج و پاشا و هاشون شد بلیز به خارج از کشور اون که محمود زهار وزیر خارجه دولت حماس گفت احمدی نژاد قاسم سلیمانی رو معمول کرد که پول بذاره تو چمدون اینها بده برای این کار دارن جز اون دو سه سالی که درآمد نفتی به شدت در رفت بالا در عموم سالها تا جایی که من اطلاع دارم درآمدی که در بودجه پیش بینی محقق نمیشه حالا تازه این آمدن بر اضافه حدود نزدیک 17 18 درصد یا رقم دقیق حدود 16 درصد بیش از پیش بینی دولت درآمد پیش بینی کردن برای اینکه هزینه براش درست میگم اینها درآمد درآمد درست کردن برای ثبت در تاریخ نیست اینا درآمد نشون میدن که هزینه رو بتونن تعمین بکنن ببینید برای سوری هم حداقل وجود داره اینها بودجهشون باید تراز دار... تراز بشه درآمد و با هزینه باید تراز بشه برای اینکه بتونن هزینه هایی رو که میخوان پرداخت بکنن پول که میخوان به نور ها بدن به نهادهای بدن پول هایی که قراره که خرج... نمیدونم انتشار آثار خامنه ای بشه خرج توسعه حرب خمینی بشه خرج حوزه علمی خواهران بشه بودجه چند هزار میلیارد چند ده هزار میلیارد تومانی سر ما رو پوشش بده اینا باید درآمدشون درست کنن و متاسفانه همینطور است به خصوص میگم در سال آینده همین دولت مردان روحانی میرن با نهادهای قدرتمند وارد مذاکره میشن اول سال بودجه اونها رو پرداخت میکنن و آخر سال نه تنها این سی و یک هزار میلیارد تومانی که مجلس پیش بینی نکرده پیش بینی کرده محقق نمیشه اون 199 هزار میلیارد تومانی هم که دولت گفته بود قابل بسیارش قابل تحقق نیست عملا نهادهای بیزور که متعلق به مردم عادی میگم اون فرورش بهداشت عمومی کشور حقوق کارگران و کارمندان و دولت ایدی کارمندان در سالهای گذشته بارها اتفاق افتاده که ایدی کارمندان رو ناچارشان خیلی دیر پرداخت بکنن یه موقعی وقتی وضع دولت خوب بود سعی میکردن ایدی کارمندان رو تو بهمن بدن که حجوم کارمندان به بازار برای خرید شب عید یک دفعه طوری نباشه که بره بالا الان در بسیار از موارد تا شب حتی بعضی در بعضی جاها بعد از عید رو پرداخت دلیلش هم همینه که درآمدها محقق نمیشه اما اون نهات هایی که مجلس فقط به خاطر اونها اومده به دروغ درآمد رو برده بالا پولشون رو میگیرن اون که میگن فریبکاری روحانی جسد. روحانی میاد نصف حرف رو میزنه اما نمیگه اون نور چشمی هایی که قرار مجلس پول بهشون بده کیه روحانی بر... ببینید در بین حرفای بی رفتی که آقای زیبا کلام میزنه من دیدم دو سرطوجی حرف میزنه که حرفی که قبلا دیگران هم گفتن روحانی ابلهانه فکر میکنه که یکی از کاندیداهای اصلی رهبری بعد از مردن خامنه ای به همجا سعی میکنه که روابط خودش رو با نهادهای قدرت حفظ بکنه هر چی تو سرش میزنن هیچی نمیگه همین دیروز پایروز دیدید که تلویزیون یه شیخی که از سر میباره که خودش منقلیه در مورد روحانی ببینید چی میگه در مورد مسئولین میگن که مسئولین این گونه هستن آن گونه هستن که ما قبول داریم مسئولی که میشینه تو خونش نمیدونم به شما اگه اصولا شاید پای منقلم باشه سر نمیزنه به این طرف و اون طرف ببینه آقا اه... کجای مملکت چی داره میگذره حتی وزراش باش به شما اگر سنده میتونن تماس بگیرن مسائلشون رو مشورت این مسئوله اگر این شیخک در صدا و سیما به رهبر حرفو میزنه چون خیالش راحته که روحانی به خاطر اینکه موقعیت خودش رو در حکومت حفظ کنه خفقان میگیره و هیچ نمیگه حالا یه شکایت سوریه هم ممکنه بکنن خب این روحیه روحانی باعث میشه که حتی اگر با قالیباف دشمنی داره کینه داره از همدیگه کینه دارن افشاگری که میکنه افشاگری نیمه تمامه نمیاد بگه که قالیباف پول رو میخواد به کی بده این پول قرار خرج سپاه بشه قرار خرج صدا و سیما بشه قرار خرج حتی تبلیغات روحانی قالیباف بشه نمیگی که قراره که اون 50 میلیون 250 میلیون تومانی که اول دوره به طریق از نمایندگان مجلس الان از همین پول ها میشه حتما سال دیگه از این پول ها خواهنده. ببینید با توجه که قالیباف دنبال کار انتخابات ریاست جمهوری است نیاز داره که شکم نمایندها هم سیر کنه که هواش داشته باشن پول بی حساب کتاب در این مجلس خرج میشه و در جاهای دیگه خرج میشه این پول از کجا میاد از همین بودجه عمومی کشور بودجه ای که بایستی صورت سازی بکنن نشون بدن درآمد وجود داره که اول سال حتی کل بودجه سالانه اونها رو بدن و آخر سال مردم گرسنه بمونن نهادهای مردمی بیمارستان ها مدارس حتی بودجه اگر میشنوید که در بعضی جاها دانش آموزان رو مجبور میکنن که وسایل برای مدرسه ببرن به دلیل این که دولت پولش میره خرج جایی میشه که قالیباف تأمین میکنه و روحانی هم خفقان میگیره و هیچی نمیگه این مشکل بزرگ روحانی روحانی با حماقتی که مرتکب میشه قطعا روحانی الان منفورترین شخصیت سیاسی داخل کشوره و من نمیدونم این بلاحت از کجا اومده این آدم این نه در حکومت جایگاه داره نه در بین مردم ببینید یک روزی اگر روحانی رو شاید مثلا می‌خواستن باش برخورد بکنن حتما ممکن بود یه در اجتماع اتفاق بیفته اعتراضاتی بشه امروز اگر روحانی رو هر بلایی سرش بیارن کما اینکه همین آدم یا تلویزیون با راحتی میشینه میگه که این آدم پای منقل نشسته اتفاق نمیفته حتی اون اماد افروخ که اونجا نشسته انقدر روحانی بی آبروی که اماده افروخ که یک بعض وقت خاصیت آزادگی داره حاضر نمیشه از روحانی دفاع کنه روحانی با این جایگاه من نمیدونم چقدر بی عقل شده و چقدر سفیه شده که فکر میکنه که حالا اگر سکوت بکنه اگر افشا نکنه این 31000 میلیارد تومانی که قالی داره اختصاص میده برای کدوم نهادهای نوروشش میه فردا نهادهای ازش حمایت فردا که خامنه مرد از رهبری روحانی حمایت میکنن این خب ببینید یک آدم ابله در این حد الان 8 ساله که مدیر اجرایی کشوره اگر میبینید کشور روز به روز میره اینه که خامنه ای رهبرشه یک رهبر کینه جو روحانی رئیس جمهورش یک آدم ابله قالیباف رئیس مجلسش یک آدم دوز رئیسی رئیس قوه قضاییه قاتل خب وقتی مجموعه از آدمی مثل خامنه ای که انصافا اگر ذره شعور داشت نمیومد بعد از اون سر صدایی که بر سر پنا... بر سر شیخ صدیقی شد بیاره در حضور خودش روزخانی بکنه اگر اندکی شعور داشت نمیواد خودش وارد میدان بشه بگه که واکسن وارد نکنید اینو میدوخ گردن پزشکان میگفت دکتر مرندی مزدورش بگه اما خودش اومد گفت خون از رهبت اینم از روحانی احمق که فکر میکنه رهبر میشه میاد در برابر این خاص خرجی و بریزو به پاشی که غالبا فر نور چشما میکنه فقط افشاگری بخش اولش میکنه که این مجلس داره بودجه اضافه میکنه اما نمیگه برای کی و دیگرانشون خب ببینید این وضعیتی که من اگر دو سه روز گفتم که هیچ حرکتی در جمهوری اسلامی نمیشه الا اینکه یک دشمنی با مردم درش هست نمونش همین که الان دارید میبینید ببینید حتی روحانی که میاد افشاگری نیمه کاری میکنه حاضر نمیشه بگه اون نور چشمی هایی که قرار است هزار میلیارد تومن رو در واقع اگه بخواید حساب بکنید عملا از جیب هر ایرانی معادل حدود 300 340 50 هزار تومن پول داره میره اگر 80 میلیون ایرانی در نظر بگیرید و با این 31 هزار میلیارد تومن از جیب هر ایرانی تقریبا یارانه 8 ماهشون رو دارن آقای مجلس آقای قالیباف داره بذل بخشش میکنه به نهادهای خاص و روحانی حاضر نمیشه اینو بگه روحانی که دولتش مجبور شده یه عده رو از لیست یاران خارج کنه حاضر نیست بگه نور چشمی های که قالیباف میخواد سی هزار میلیارد تومن رو بهش بده و عملا از جیب هر تک تک ایرانی ها حدود سی سر هفتاد هزار ملیار تومن در بیاره تو گلوی سیر نشدنی این نهادهای خاص بریزه اونها کی هستن؟ این وضعیتی که من میگم از رأس تا زیل این حکومت ضد مردم هن و در جاهایی که زدیت با مردمه در جاهایی که چپاول هست با همدیگه متحدن اما در مورد سهم چپاول با همدیگه دعوا میشه هیچ دلشون بر مردم نسخته هم قالیباف دروغ میگه میخوا... میگه میخواد بودجه اصلاح کنیم بودجه رو میخواد اصلاح کنه به نفع نهادهایی که از خودش دفاع میکنن و روحانی هم اگر افشا میکنه فقط در حد تخریب قالیباف صحبت میکنه در حد افشای اون نهادهای مفتخور نور چشم این وضعیت کشور و امیدوارم که روز به روز کسانی که آگاهیشون به وضعیت کشور افزایش پیدا کنه بیشتر بشن و کار به جایی برسه که هم روحانی بفهمه هم خامنه ای بفهمه هم قالیباف بفهمه که دیگه ابلهترین ترین و ساده لوه ترین آدمهای کشور هم گولشون رو نمیخورن موفق باشین